بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. هفته گذشته حمله به سفارت عربستان در تهران بر سطر اخبار نشست و موضوع جدال ایران و عربستان به عنوان دو کشور مسلمان و قدرتمند منطقه را بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار داد. این برنامه را به مجموعه گزارش‌ها و اتفاقات هفته گذشته درباره حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران و واکنش‌ها و پیامدهای آن اختصاص دادیم. و در ادامه بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه با ما خواهد بود با موضع آنکارا به این تحولات. با ما همراه باشید. اعدام شیخ نمر بار دیگر مناسبات تهران و ریاض را پرتنش کرده. اقدامی که در ایران واکنش‌های گسترده‌ای داشت. گروهی از معترضان در مشهد و تهران با مواد آتش‌سا به ساختمان کنسولگری و سفارت عربستان حمله و بخشی از آن را آتش زدند. به فاصله کوتاهی ریاض اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده. بحرین و سودان و جیبوتی هم به دنبال روی از عربستان روابطشان را با ایران قطع کردند. قطر و کویت هم سفرایشان را از ایران فراخواندند. هرچند که درباره تغییر سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران سخنی به میان نیاوردند. شورای امنیت سازمان ملل نیز حمله به سفارت عربستان در تهران را به شدت محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 دی ماه با صدور بیانیه ای حمله به سفارت عربستان در ایران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه که در آن اشاره ای به اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه و منتقد حکومت عربستان نشده است، از ایران خواسته شده تا از دیپلمات ها و دارایی های سفارتخانه ها در ایران حفاظت کند. در این بیانیه آمده است اعضای شورای امنیت با شدیدترین لحن حملات به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد را محکوم می کنند. شورای امنیت در بیانیه خود آورده است این حملات آسیب جدی به همراه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل با بیان نگرانی عمیق در رابطه با حملات از ایران خواسته است تا به طور کامل به تعهدات بین المللی خود در این زمینه پایبند بوده و آنها را رعایت کند. شورای امنیت همچنین از دو طرف خواسته است تا گفتگو را حفظ کنند و به سوی کاهش تنش در منطقه گام بردارند. همزمان کویت نیز در اعتراض به هجوم تندروها و آتش زدن و تخریب سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد سفیر خود را از تهران فراخوانده است. اقدام کویت به فراخواندن سفیر خود از تهران پس از آن صورت می‌گیرد که کشورهای بحرین و سودان روز دوشنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و امارات متحده عربی روابط دیپلماتیک خود را با ایران به سطح کاردار کاهش داد. به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه و منتقد حکومت عربستان، در ایران اعتراض‌هایی در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار شد و مهاجمان با ورود به سفارت عربستان سعودی بخشی از آن را به آتش کشیدند. عربستان روز یکشنبه 13 دی در واکنش به این رویداد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 دی در نامه‌ای به این سازمان با ابراز تأسف از حمله به سفارت عربستان و خسارت به این مکان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای بازداشت عاملان حمله فروگذار نخواهد کرد. این در حالی است که پیش از این رئیس روابط عمومی وزارت امور خارجه عربستان مقام‌های ایران را متهم کرده بود که به رغم درخواست‌های کمک سفارت از صبح شنبه تا بامداد یکشنبه اقدامی نکردند. در همین حال عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 دی گفت
قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران تأثیری بر تلاش‌ها برای برقراری صلح در سوریه و یمن نخواهد گذاشت. آقای المعلمی اعلام کرده عربستان در دور آینده مذاکرات صلح سوریه شرکت خواهد کرد و به خاطر حضور ایران این مذاکرات را بایکوت نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه ایران همواره اقدامات تحریک‌آمیز و مواضع منفی داشته تصریح کرد ایران حتی پیش از این قطع رابطه نیز حامی تلاش‌های صلح نبود و گمان نمی‌کنم قطع روابط باعث تغییر چنین رفتارهایی بشود. نماینده عربستان در سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی می‌تواند به احیای روابط دو کشور منجر شود گفت خیلی ساده است. ایران می‌بایست دست از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها از جمله کشور ما بردارد و این کار را متوقف کند. عبدالله المعلمی همچنین در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از بیانیه سخنگوی وی در زمینه اعدام 47 تن در عربستان ابراز تأسف کرده و تأکید کرده که همه این 47 نفر از جمله شیخ نمر صرف نظر از نژاد و وابستگی‌های مذهبیشان از محاکمه عادلانه برخوردار بودند. همزمان عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرده در پی قطع روابط دیپلماتیک با ایران پروازهای مستقیم و روابط اقتصادی بین دو کشور هم قطع می شود و شهروندان عربستان سعودی از سفر کردن به ایران منع خواهند شد. با این حال زائران ایرانی کماکان می توانند برای حج به مکه و مدینه سفر کنند. وزیر امور خارجه عربستان گفت که برای برقراری دوباره روابط میان دو کشور ایران باید مانند یک کشور عادی رفتار کند و به عرف بین المللی احترام بگذارد. خبرگزاری های دولتی قطر و کویت نیز بیانیه های وزارت خارجه قطر و مزروق علی الغانم رئیس پارلمان کویت را گزارش کردند که در آن حملات به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران نقض فاحش تعهدات یک کشور به حفاظت از این اماکن و کارکنان آن و ناقض کنوانسیون وین توصیف و بر همبستگی کامل این دو کشور با عربستان تأکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد المؤمنی وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت اردن نیز حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را به شدت محکوم کرده و این حملات را نقض قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو در خصوص حفاظت از اماکن دیپلماتیک دانسته است. در واکنش به حمله به سفارت عربستان حسن روحانی اماکن دیپلماتیک را دارای مسئولیت خواند و گفت حمله به این اماکن خلاف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسلامی و همانند حمله به خانه مردم است. و در نامه‌ای به صادق لاریجانی از رئیس قوه قضاییه ایران خواست تا فوری و خارج از نوبت به پرونده عاملان و آمران حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد رسیدگی شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رئیس قوه قضاییه این کشور خواسته است که به پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود. آقای روحانی روز چهارشنبه 16 دی در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشت باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار برای همیشه جلوی این گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفته که اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن در کشور خلاف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران و همانند حمله به خانه مردم است. رئیس جمهور ایران تصریح کرده چون این رفتارهایی هرچند در پی خطای یک کشور منطبق بر میهمان نوازی و فرهنگ اسلامی و ملی ایرانیان نیست و حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسلامی، ایرانی و قانون دور هستند. سخنان آقای روحانی در حالی است که حمله به ساختمانهای سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد در جلسه وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بررسی می شود. بنابر این گزارش، جلسه فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس در روز جمعه 19 دی در ریاض پایتخت عربستان تشکیل خواهد شد.
این جلسه در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو و به ریاست عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان برگزار خواهد شد. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفته است نمایندگی دائم عربستان سعودی در مقر اتحادیه با ارسال یادداشت رسمی خواستار تشکیل این جلسه به منظور بررسی و محکومیت نقض حریم دیپلماتیک سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد و مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عرب شده است. همزمان و با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی، وزیر خارجه ایالات متحده مکرراً با مقام‌های دو کشور تماس گرفته و آنها را به گفتگو و کاهش تنش‌ها تشویق کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز 15 دی گفته است جان کری وزیر خارجه آن کشور طی یک روز گذشته چندین بار با ولیعت وزیر خارجه عربستان و نیز وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. قرار است آقای کری با دیگر مقام‌های منطقه نیز گفتگوهایی داشته باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است یکی از مسائل اصلی که جان کری در نظر دارد انجام دهد کاهش تنش‌ها، بازگرداندن شکلی از آرامش، تشویق به گفتگو و تعامل بین دو کشور است. اما در این حال تأکید بر این موضوع که برخی مسائل مهم منطقه باقی ماندند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در صدر این مسائل زنده نگه داشتن مذاکرات وین برای پایان دادن به بحران سوریه است. هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در مذاکرات صلح سوریه نقش دارند و هر دو کشور هم دو موضع کاملا متفاوت. در حالی که تهران از حکومت اسد حمایت می کند، عربستان از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری سوریه است. تنش‌ها میان ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد بالا گرفته است. عربستان و گروهی از همپیمانانش روابط خود را با ایران قطع کردند. البته مقام‌های سعودی گفتند قطع روابط و تنش‌ها بر مذاکرات در مورد سوریه و یمن تأثیری نخواهد گذاشت. با این همه تنش‌های تازه که بازتاب گسترده‌ای در مجامع و رسانه‌های جهانی داشته، بدبینی‌ها در مورد وضعیت سوریه و اوضاع منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. در همین حال شبکه تلویزیونی العربیه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمامی پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. بحرین یک روز پیش از آن نیز از تصمیم خود مبنی بر قطع مناسبات سیاسی با ایران خبر داده و به هیئت دیپلماتیک ایران در منامه 48 ساعت فرصت داده بود تا خاک آن کشور را ترک کنند. روابط ایران و عربستان پیشتر نیز دستخوش تنش‌هایی شده که به قطع آن برای سالها انجامیده است. حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران با محکومیت شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. گروهی از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران طی روزهای گذشته از این حملات انتقاد کردند. در این حال هشدارها و تهدیدهای را نیز در پی اعدام روحانی سرشناس شیعه در عربستان متوجه ریاض کردند. همزمان و پس از آنکه کویت سفیر خود را در تهران در پی حملات به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی فراخواند، علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت اعلام کرده چیزی به نام قطع روابط و یا کاهش سطح روابط بین ایران و کویت مطرح نیست و اخبار متفرقه نقل شده در این خصوص دقیق نیست. سفیر ایران در کویت پس از دیداری که با مقام‌های عالی رتبه وزارت خارجه آن کشور داشته گفته است دولت کویت یادداشتی اعتراض‌آمیز در ارتباط با رخدادهای تهران و مشهد ارائه کرده است. بنابر آنچه آقای عنایتی در صفحه فیسبوک خود نوشته، سفیر ایران در کویت به قائم مقام وزیر خارجه کویت گفته است ما هم چنین وضعی را قبول نداریم و متاسفیم. خبرگزاری کویت روز سه‌شنبه 15 دی خبر داده بود که سفیر این کشور از ایران فرا خوانده شده است. شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین لحن حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم کرده است. حمله اخیر با انتقاد گروهی از مقام‌های سیاسی ایران مانند رئیس جمهوری و برخی مقام‌های نظامی مانند فرمانده سپاه پاسداران در تهران روبرو شده است. رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی صریح به این وقایع نشان نداده
داده است و تنها گفته است انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه دستور داد با تشکیل کارگروهی برای تحقیق پیرامون حمله به سفارت عربستان در تهران نتیجه این کار را حداکثر ظرف 2 هفته اعلام کنند. وزیر کشور ایران ضرب العجلی را برای بررسی ماجرای حمله به سفارت عربستان و اعلام نتیجه آن تعیین کرده است. همزمان گزارش‌هایی از ادامه واکنش‌های دیپلماتیک به این ماجرا منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه دستور داده با تشکیل کار گروهی برای تحقیق پیرامون حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نتیجه این کار را حداکثر ظرف 2 هفته اعلام کند. بر اساس این گزارش کار گروه مورد نظر از نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداری تهران و قوه قضاییه تشکیل خواهد یافت و قرار است نقش عاملان اصلی و مداخله‌گر و سازمان دهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد. در این گزارش به ماجرای حمله به ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در مشهد اشاره‌ای نشده است. اعدام نمر باقر النمر واکنش شدید مقامات ایران را به دنبال داشت و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را می‌گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز از وزیر کشور خواست تا با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و با قاطعیت کامل عاملان حمله را شناسایی و برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه معرفی کند. در ادامه موج عربی و در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، قطر روز چهارشنبه 16 دی ماه سفیرش را از ایران فراخواند. وزارت امور خارجه قطر روز دوشنبه در بیانیه‌ای حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران را محکوم کرده و آن را نقض صریح کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی عنوان کرده بود. این بیانیه همچنین از تلاش‌های عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهایی که خود و منطقه با آن مواجه است اعلام حمایت کرد. اشاره این بیانیه به اعدام 47 تن از محکومان در پرونده‌های تروریستی در عربستان سعودی است. اکثر اعدام شدگان متهم به عضویت در تشکیلات القاعده بودند، اما 4 تن از آنها از شیعیان بودند که نمر باقر النمر روحانی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران معروف ترین آنها بود. اعدام شیخ نمر موجی از اعتراض را در میان شیعیان منطقه برانگیخته است. در ایران معترضان به عربستان سعودی به سفارت این کشور در تهران و کنسولگریش در مشهد حمله کردند. پس از این حمله عربستان روابط سیاسی و اقتصادیش را با ایران قطع کرد. بحرین، سودان و جیبوتی نیز پس از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی مناسبات دیپلماتیکش را با تهران تا سطح کاردار کاهش داد. کویت و قطر سفرایشان را از ایران فراخواندند، اما درباره تغییر سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران سخنی به میان نیاوردند. اردن نیز سفیر جمهوری اسلامی در عمان را به وزارت خارجه این کشور احضار کرده است. با این حال سفیر ایران در اردن اعلام کرد که در این دیدار بحثی در مورد کاهش سطح روابط بین دو کشور مطرح نشده است. مجتبی فردوسی پور سفیر ایران در اردن افزود: بنده هم در این دیدار تاکید کردم ایران نسبت به حمایت از اماکن دیپلماتیک متعهد و مسئولیت پذیر است. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین واکنش به اعدام 47 نفر در عربستان سعودی از جمله نمر باقر النمر گفت که این یک مسئله قانونی مربوط به خود کشور عربستان است. آقای اردوغان با انتقاد شدید از ایران به دلیل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد چنین رفتاری را غیر قابل قبول خواند و تصریح کرد ایران اقدامات لازم را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی انجام نداده است. در ایران حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه روز پنجشنبه 17 در مراسم بزرگداشت شیخ نمر در تهران هشدار داد اگر آل سعود مسیر خود را اصلاح نکند به زودی در معرض زوال کامل قرار می گیرد. وی گفته قطع رابطه عربستان با ایران عجولانه و بی منطق و شتاب زده بود.
دولت آمریکا میگوید نگرانی ها از پیامدهای مخرب احتمالی اعدام شیخ نمر را مستقیما با مقام های عربستان سعودی در میان گذاشته. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته ما از تهران و ریاض میخواهیم که از خود خیشتنداری نشان دهند و به تنش ها دامن نزنند. آقای ارنست هشدار داده که نزاع میان ایران و عربستان تلاش برای حل سیاسی بحران سوریه را دشوارتر میکند. دولت آمریکا میگوید پیش از اعدام شیخ نمر در عربستان سعودی درباره پیامدهای این اعدام هشدار داده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 14 دی ماه گفت ایالات متحده قطعا ارتکاب به اعدام گروهی را در هر کشوری محکوم می کند و در عین حال هشدار داد که نزاع میان ایران و عربستان تلاش برای حل سیاسی بحران سوریه را دشوارتر می کند. آقای ارنست گفت نگرانی های آمریکا در مورد پیامدهای مخرب احتمالی اعدام گروهی و به ویژه اعدام روحانی شیعه شیخ نمر مستقیما با مقام های سعودی در میان گذاشته شده است. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد متاسفانه آنچه ما در موردش ابراز نگرانی کردیم به سرعت به پیامدهایی منجر شد که از آن نگران بودیم. آقای ارنست گفت ما همچنان در مورد نیاز به تنش‌زایی از شرایط توسط ایران و عربستان نگرانیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از خود خیشتنداری نشان دهند و به تنشی که در منطقه احیا شده دامن نزنند. آقای ارنست همچنین در مورد سوریه گفته است این بسیار دشوار است که همه طرف‌ها را گرد یک میز بیاوریم و وقتی ایران و عربستان آشکارا به یکدیگر چنگ و دندان نشان دهند و آشکارا خصومت ورزی کنند این کار دشوارتر خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید همچنین خبر داد جان کری وزیر خارجه با همتای ایرانی و سعودی خود برای ابلاغ این پیام در تماس بوده است. روز دوشنبه گزارش‌هایی از گفتگوی تلفنی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی منتشر شد و خبرگزاری فرانسه نوشت که آقای کری در این تماس‌ها هر دو طرف را به خیشتنداری دعوت کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام رسمی ایالات متحده نوشت که آمریکا مایل نیست خود را میان ایران و عربستان قرار دهد اما می‌خواهد از استمرار جنگ علیه داعش، تلاش‌های اخیر برای صلح در سوریه و توافق هسته‌ای ایران مطمئن شود. استفان سیبرت سخنگوی دولت آلمان نیز با دعوت از ایران و عربستان به کاستن از تنش‌ها از طریق گفتگوی مستقیم هر دو کشور را به استفاده از تمامی راه‌های موجود برای بهبود روابط فراخواند. همزمان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران ساعاتی پس از محکومیت ایران در شورای امنیت اعلام کرد حمله به سفارت عربستان با شرع و آموزه‌های اسلامی توجیه ندارد. وی تصریح کرده حمله به سفارت عربستان از نظر مدنی و قوانین بین المللی در شأن ملت ایران نبود و نیست. قوای نظامی و انتظامی و امنیتی باید دقت بیشتری بکنند. آقای نوبخت گفت عده‌ای که معلوم نیست مقاصدشان برای کدام دولت است از احساسات مردم سوء استفاده نکنند. اشاره آقای نوبخت به لزوم دقت بیشتر نیروی انتظامی در حالی صورت گرفته است که سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه 14 دی ماه گفت مردم را خیلی وقتها نمی شود زد. آخرین درمان روش سلبی است. این سخنان سخنگوی نیروی انتظامی با اعتراض گروه‌هایی از ایرانیان روبرو شد که تصاویری از ضرب و شتم شدید نیروی انتظامی علیه معترضان در انتخابات را نشان می‌دهد. آقای منتظرالمهدی در عین حال گفت 50 نفر از لیدرهای معترضان به سفارت عربستان در سر صحنه بازداشت شدند که به مراجع قضایی تحویل داده شدند. سخنگوی ناجا درباره اینکه گفته می شود اقدام به آتش سوزی در داخل کار خود کارکنان سفارت بوده است گفته است ما به چنین چیزی نرسیدیم. منتظرالمهدی درباره اینکه جریانی هدایت حمله کنندگان به سفارت را پشتیبانی می کرده یا خیر گفت دستگاه قضایی باید در این باره تحقیق کند و در بازجویی های اولیه به چنین چیزی نرسیدیم. محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران نیز حمله به سفارت عربستان را اقدامی کاملا سازماندهی شده و بسیار غلط توصیف کرد که نمیتوان آن را توجیه کرد. این فرمانده سپاه پاسداران گفت اطمینان داریم که این کار توسط نیروهای مؤمن و حزب اللهی صورت نگرفته و این اقدام کاملا سازماندهی شده بود.
فرمانده سپاه تهران توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است و نگفته که کدام گروه یا گروه ها کار سازماندهی حمله به سفارت عربستان را انجام دادند. به دنبال افزایش تنش میان تهران و ریاض، وزارت خارجه ایران تلاش کرد که از دامنه تنش ها بکاهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران به دنبال تنش در منطقه نیست و سیاست جمهوری اسلامی ایران تعامل با همسایگان است. پیشتر نیز غلامعلی خوشروز سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل این سازمان اعلام کرد دولت ایران از هیچ اقدامی برای بازداشت عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران فروگذار نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین واکنش علنی به قطع رابطه عربستان سعودی با ایران، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را غیر قابل قبول خوانده و خواستار کاهش تنش میان دو کشور شد. وزیر امور خارجه ایران امروز 16 دی ماه در یک کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در تهران گفت ایران در طول 2.5 سال گذشته برای ایجاد تفاهم و برادری تلاش کرد، اما متاسفانه عربستان برخلاف این مسیر حرکت کرده و سیاست ایجاد تنش را دنبال می کند. وی تصریح کرده دولت جمهوری اسلامی خودش را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی موظف می‌داند از مهمانی که به عنوان دیپلمات کشورهای خارجی در ایران حضور دارند حفاظت و حراست کند. آقای ظریف تأکید کرد بعد از واقعه تأسف باری که شنبه شب اتفاق افتاد که حتما جمهوری اسلامی ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی و یا قانون شکنی کردند برخورد جدی خواهد کرد، تمام اقدامات لازم برای حمایت از مقرهای دیپلماتیک و از جمله کارمندان سفارت سعودی در ایران و کنسولگری سعودی در مشهد نیز انجام شد. وزیر امور خارجه ایران گفت اما باعث تأسف است که دولت سعودی با همان سیاست ایجاد تنش کار را ادامه داد. ما به همه توصیه می‌کنیم که تنش و آتش افروزی عاقبت خوبی برای کسی نخواهد داشت. سیاست ما سیاست همکاری و همراهی با همه همسایگان است و برای جهان عرب به عنوان جزء مهمی از جهان اسلام احترام ویژه قائل هستیم و مایلیم ارتباطات مثبت و سازنده ای را که با جهان عرب داشتیم ادامه دهیم. همزمان حسین اشتری فرمانده انتظامی هشدار داده ابعاد ماجرای حمله به سفارت باید بررسی شود، اما نباید حواسمان پرت شده و جنایت اصلی را فراموش کنیم. وی روز چهارشنبه 16 دی گفت ناجا این موضوع را در دو سطح داخلی و خارجی به جد پیگیری می کند، اما من فکر می کنم این جریان مشکوک است. تجمع طبیعی است، اما تعرض یک موضوع مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقلابی و دوستدار نظام کشور به خودش اجازه نمی دهد تعرضی به این شکل داشته باشد. فرمانده ناجا در خصوص دستگیر شدگان حادثه ی حمله به سفارت عربستان نیز گفت ناجا حدود 50 نفر را در آن شب دستگیر و به دادستانی تهران تحویل داده است. بعضی از افراد هم با نظر دادستان احضار می شوند و اطلاعاتی از آنها اخذ و تحویل دادستانی می شود و انشاءالله نتیجه این بررسی ها از سوی مراجع قضایی اعلام خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از عکس‌های سلفی معترضان با ماموران پلیس در مقابل سفارت منتشر شده است، گفت به نظر نمی‌رسد که این موضوع چندان دارای اهمیت باشد. انتشار تصاویری از افراد بسیج در حال پرس کردن کوکتل مولوتوف به سفارت عربستان در حالی که ماموران انتظامی با لبخند آنها را تماشا می کنند، ادعای مقامات رژیم به خودجوش بودن تظاهرات و تلاش ماموران برای عقب زدن آنها را زیر سؤال برده و گمانه ها را در سازماندهی حمله به سفارت عربستان را تقویت می کند. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به بهنام امینی خبرنگارمون در ترکیه که نگاهی دارد به تحولات اخیر در خصوص حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران و موضع ترکیه در قبال آن.
مهمترین خبر هفته، رویارویی سیاسی ایران و عربستان، جدالی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان رو نگران کرده. پس از اعدام شیخ نمر، روحانی منتقد شیعه توسط دولت عربستان و پیامد آن با آتش کشیده شدن سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد، دور تازه ای از تنش سیاسی میان دو کشور پرنفوذ منطقه آغاز شده و یک بار دیگه مناسبات سیاسی در این منطقه پرتنش رو دستخوش تحولاتی تازه کرده. بحرین، سودان و جیبوتی در همراهی با عربستان روابط دیپلماتیک خود رو با ایران قطع کردن. امارات متحده عربی روابط دیپلماتیکش رو با تهران تا سطح کاردار کاهش داد. این مسئله به همین جا هم البته ختم نشد، در حالی که بسیاری نگران این بودند که این موج فراخوانی سفیر و قطع روابط دیپلماتیک با ایران به یک حرکت ائتلافی و دست جمعی تبدیل بشه که قطعاً تبعات بیشتری برای تهران خواهد داشت. کویت و قطر هم سفرایشان را از ایران فراخواندن. قرون هم فعلا به احضار سفیر جمهوری اسلامی در عمان اکتفا کرده تا به نوعی در صف‌بندی جدید و دوشادوش عربستان و دیگر کشورهای عربی بایستد. طی چند روز گذشته ایران هنوز نتوانسته در فضای بین المللی گفتمان مسلطی رو ارائه دهد و از کاهش تنش‌ها و فشار روانی موضوع بکاهد. اگرچه بیمان می رود که در روزها و هفته های آینده این اتفاق یا به تعبیر برخی پروژه‌ای که از سوی عربستان کلید خور دامنه دارتر هم بشه. چرا که تا همین الان هم تنش تنها در حوزه سیاست باقی نمانده. عربستان البته موضوع رو به میدان نبرد اقتصادی هم کشانده. شرکت آرامکو عربستان به مشتریان اروپای خودش وعده فروش نفت با تخفیف بیشتر رو داده تا هرچه بیشتر ایران رو از بعد اقتصادی تحت فشار قرار بده. این در حالی است که چهارشنبه همین هفته قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمترین میزان خودش طی 11 سال گذشته رسیده. اگر به باور برخی تحلیلگران عربستان در حوزه سیاسی و مناسبات منطقه همچون سوریه، یمن و عراق بازی رو به ایران باخته، اما دست کم در نبرد اقتصادی با اهرم نفت امید آن دارد تا پیروز میدان باشد. با وجود ابراز نگرانی جامعه جهانی از گسترش این تنش، اما حقیقت آن است که دست کم این روزها کسی امیدی به بهبود روابط دو کشور در کوتاه مدت ندارد تا همچنان اوضاع خاورمیانه پیچیده و متشنج باقی بماند. اما در این سو در ترکیه با افزایش تنش میان ایران و عربستان، دولت ترکیه علاوه بر آن که دو طرف رو به خیشتنداری دعوت کرده، اعلام آمادگی کرده تا برای حل اختلافات دو کشور وساطت بکنه. برای این موضع نرم دولت ترکیه اما شخص آقای ارغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه علاوه بر آن که حمله به سفارت عربستان در ایران رو محکوم کرد، اعدام شیخ نمر رو یک مسئله داخلی عربستان دانسته و به نوعی دخالت ایران در این موضوع رو رد کرد. برخلاف دولت ترکیه، لحن آقای اردوغان در مقابل این رویداد بسیار انتقادی تر بود. او بدون نام بردن از ایران گفت کسانی که با حمایت از قاتلی چون بشار اسد در قبال کشته شدن 400 هزار انسان در سوریه سکوت کردند، اکنون برای کشته شدن یک روحانی شیعه فریاد اعتراض بلند کردند. هرچند واقعیت آن است که ترکیه میل نداره که دامنه این تنش‌ها فراتر از آنچه که رخ داده پیش بره، اما ته دل آقای اردوغان به ویژه این ماها دل خوشی از سیاست‌های ایران در منطقه نداشته و هر جا فرصت پیش آمده به انتقاد از ایران پرداخته. تصویر هفته هم در همین ارتباط که البته بارها در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داده شده. برنامه
این هفته در این لحظه به پایان میرسد. بسیار سپاسگزاریم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه میتوانید مهمترین گزارش‌های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی‌هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما همراه هستم، شب و روز شما خوش.